توی روزهای اخیر شاهد برخی واکنش‌هایی آکنده از خشم و تنفر مردم نسبت به آخوندها تو شهرهای مختلف بودیم که باعث نگرانی شدید و ترس اونها از جامعه ایران شده. همراه میشیم با همکارم منوچهری تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. منوچهر، خوش آمدی به این گفتگو. اتفاقات این ایام رو در مورد واکنش مردم نسبت به آخوندها منوچهر برامون بگو که خودت چطور دیدی همینطور نگرانی اونها رو. بله، سلام یاسر و همینطور سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. همونطور که تو خبرها اومده، هفته گذشته حتما شنیدی که ابتدا در بابلسر یک آخوند جنایتکار که عضو مجلس خبرگان و همچنین سالهای متمادی به عنوان نماینده خامنه‌ای و امام جمعه تو زاهدان و شهرهای دیگه بود، در داخل بانکی که برای گرفتن پول رفته بود توسط نگهبان بانک با شلیک چندین گلوله به درک واصل شد. طبق خبرهایی که بعدش منتشر شد، این نگهبان که خودش نزدیک به 30 سال در این رژیم خدمت کرده، گویا وضعیت معیشتی خیلی بدی داره و درخواست وام کرده بود ولی مورد قبول واقع نشده بود. ولی در اون روز متوجه شد که این آخوند برای گرفتن چند میلیارد تومان به بانک مراجعه کرده و چون بانک این میزان پول رو نداشته، شروع به شکوه و شکایت کرده که گفته که من بیشتر از 420 میلیارد تومان پول تو حسابم دارم، حالا فقط چند میلیارد میخوام و شما میگین پول نداریم. خلاصه این نگهبان که این حرفا رو میشنوه، از شدت خشم که یک آخوند مفخور این میزان پول تو حسابشه ولی خودش محتاج حداقل‌های روزمره است، خلاصه به خشم میاد و با شلیک سلاحی که در اختیار داشت این آخوند جنایتکار رو به هلاکت میرسونه، یعنی به سزای اعمالش. به فاصله کمی قبل از اونم یا بعد از اون شاهد بودیم که دو آخوند در قم که ظاهرا در کنار خیابون ایستاده بودند، توسط یکی از هموطنان با ماشین زیر گرفته شد و بعد هم راننده پیاده شد و گویا با یک میله آهنی چیزی شبیه اون حساب این آخوندها رو رسیده، طوری که یکی از اونها بیهوش میشه و بعد هم اون فرد میذاره میره. همینطور تو یک واقعه دیگه که فیلمش در سایت ها منتشر شد، یک راننده تو تهران یک آخوند رو که جلوی ماشینش بود زیر میگیره و اونو برای مسافتی روی کاپوت ماشینش میکشه و بعد پرت میکنه تو خیابون و از صحنه خارج میشه. جدای از اینا هم تو همین چند روز اخیر شاهد بودیم که تو سراوان رئیس پلیس آگاهی شهر که یک سرهنگ جنایتکار بوده، توسط جوانان بلوچ با شلیک گلوله تو ماشینش در واقع به سزای اعمالش رسید. البته قبلا هم از این وقایع بود، مثلا سال گذشته یک جوان تو مشهد به 3 آخوند که به خواهرش تعرض کرده بودن حمله کرد، 2 تا از اونا رو کشت و 3 رو هم مجروح کرد. خلاصه این مجموعه از وقایع باعث وحشت مقامات رژیم شده، طوری که خیلی از اونا در علن و حتما بسیاری هم در خفا در این رابطه صحبت و اظهار نظر کردن. برخی مثل آخوند علوی بروجردی این اتفاقات رو نشونه فاصله افتادن بین مردم و آخوندها دونست و بر ضرورت ترمیم این فاصله تاکید کرد، گویا که امکان ترمیم این فاصله وجود داره، غافل از اینکه این فاصله که با دریایی از خون و جنایت و فساد از طرف این آخوندها پر شده، به جز سرنگونی با هیچ چیز دیگه پر شدنی نیست. برخی آخوندهای دیگه هم مثل فاضل میبودی از ضرورت اصلاح در شیوه حکمرانی سخن گفتند که باز مثل اینکه با وجود ولایت فقیه و بعد از 43-44 سال امکان اصلاح در این حکومت وجود داره. آخوند فلاحیان هم که میشناسن همه، سابقه جنایتکاریش به عنوان وزیر اطلاعات برای همه روشنه، اومده به ائمه جمعه پیشنهاد کرده که برند فنون دفاع شخصی رو یاد بگیرن تا از خودشون دفاع کنن، چون وضعیت رو خطرناک اعلام کرده. برخی از دستندرکاران دیگه هم مثل فرشاد مومنی که یک اقتصاددونه توی رژیم، دلایل این واکنش های مردم رو وضعیت اقتصادی و گسترش فقر مطرح کرده و به اشخاصی مثل سردبیر روزنامه کیهان و مهدی سلحشور از مداحان خامنه‌ای که اومدن انتقاد کردند، در واقع این
انتقاد کرده که اینا به جایی که ریشه اصلی این مسئله رو اتفاقات رو بیان پیدا کنن، اومدن جناح مخالف رو مقصر مطرح میکنن. خلاصه از این وقایع هم میخوان به عنوان وسیله برای جنگ جناحی استفاده کنن. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که هیچ کدوم به اصل موضوع نپرداختن و اینکه این وقایع تازه از نتایج سحره و باید نشونه هایی از جرقه های خشم مردم که 44 سال زیر حکومت فاسد و جنایتکار آخوندها تحمل کردن و دیگه تحملشون تموم شده و به زودی به صورت یک آتش بزرگ انشالله در تمامی شهرهای ایران شعله خواهد کشید و این جنایتکارها رو به سزای عملشون خواهند رسوند. بله، بسیار سپاسگزارم ازت منوچهر از همراهیت با ما و نکاتی که برامون داشتی از وقایع اخیر، نکات تنظیمات مردم با آخوندها و نگرانی متقابلمون. خیلی ممنونم. با تشکر که این فرصت رو دادید.